هنوز کسی جرأت نکرده بگه من خالق انسانم، من خالق کوهم، من خالق اقیانوسام، من خالق آسمانم، من خالق اجرام آسمانیم، من خالق زمینم. فقط یک ذات جرأت داره که بگه، حق داره که بگه. همه فرمان روایان زمین با همه اقتدارشون هنوز جرأت نکردن اگر این ادعا رو بکنن بهشون میخندن. مگر کسی غیر از ذات باری تعالی میتونه این ادعا بکنه، به خودش اجازه بده که من خالق کوهم، خالق انسانم، خالق دریام، خالق زمینم، خالق اجرام آسمانیم، اللهه. اگر الله این دلو داده و درش محبت دوست داشتن قرار داده، اولین ذاتی که باید دوست بداری اللهه. مشکلت خودتو حل کن، یه اللهو با این دل دوست بدار، کل وجود دربر میگیره، دنیا رو طوری دیگه میبینید، دیگه تو میشی بنده رب العالمین، تو جایگاهی ویژه پیدا میکنی. این کعبه از جان و دل و هواش داشته باشی. خداوند همیشه نگاه به دلهای ما و شما میکنه، نگاه به جیبها نمیکنه، نگاه به پست و مقامها نمیکنه. برای رب العزت و الجلال کرامت انسانی مطرحه، نه رنگ و پوست، نه جیب، نه پست و مقام. یه وقتی ابوذر غفاری از دهانش در رفت، به برادرش بلال گفت یا ابن السودا، ای سیاه زاده، ای کسی که مادرش سیاه پوسته. بلال شرمنده شد، چرش انداخت پایین، خدا رنگ منو سیاه کرده، رنگ پوست من خدا سیاه کرده، چه بسا رنگ پوست خیلی ها سفیده اما زیرش خیلی سیاست، چه بسا رنگ پوست ها خیلی ها سبزه است اما اگر بر خدا قسم بخورن خدا قسمشون رو اجابت میده. خبر به رسول الله صلی الله علیه و سلم رسید، ابوذر پشیمون شد، دست به دامان بلال شد، ای برادر بلال منو ببخش، آروم نمیگیرم مگر اینکه روی زمین جلو همین جمعی که به تو توهین کردم بخوابم، پیشانیم به بالا باشه، تو با این نعلینت که روی خاک راه میری بکوبی تو صورت من. ابوذر به بلال میگه، ابوذر غفاریه، از قبیله غفاره، اون یک سیاه پوست حبشی است، غلامزاده بوده، برده بوده، اما بلال چه جوابی داد؟ گفت یا ابوذر، ای برادر ابوذر، من کسی نیستم که با این نعلینی که روی خاک و نجاست راه میره بگذارم بر پیشانی که برای خدا سجده کرده. حالا توی اشتباهی کرده، یک چیزی از دهانت در رفت، بعدم عذرخواهی کرد. این دلها کینه توش نیست، حب انتقام توش نیست. دلهایی که حب انتقام توشونه و کینه در درونشونه، هیچ موقع نمیتونن بزرگ بشن، رهبر بشن، مسئول بشن، مصلح بشن. اونا انسانهای خیلی کوچکن، انسانهای دل بزرگ دارن که میتونن ببخشن، عفو بکنن، چشم‌پوشی بکنن. اینا دلشون بزرگه، اینایی که دنبال انتقام خیلی کوچکن، به جایی هم نمیرسن، آرام هم نمیگیرن. نعمت‌ها زمانی به کار میاد که سه چیز در نعمت تحقق پیدا بکنه: یک، علم، دو، حال، سه، عمل. علم چیه؟ علم شناخت نعمت هاست. با علم که نعمت های رب العالمین رو تو میشناسید. ما باید نعمت های خدا رو شناسایی بکنیم.
اگر مال نداد میگیم خدا هیچی نداده، اگر ماشین نداد میگیم خدا هیچی نداده، اگر خانه نداد، اگر حقوق خوبی نداد، درآمد خوبی نداد میگیم خدا هیچی نداده. خیلی نعمت ها هستن که مال و مقام و جمال و اینا در مقابلش هیچی هستن. یک داستان تکان دهندی بعضی از عرفا نقل میکنن که یه روز غلام سیاه پوستی با اربابش از کنار مسجدی رد میشدن. وقتی که در مسجد رسید، اون غلام سیاه پوستی که برده اون ارباب بود گفت سرورم اجازه میدید چند دقیقه برم تو خانه خدا دو رکعت نماز بخونم؟ گفت برو ولی دیر نکن. این سیاه پوست، این غلام زر خرید، با اجازه آقاش اربابش آمد تو خانه خدا. توقفش تو خانه خدا طولانی شد. اربابش بیرون در ایستاده بود، صدا زد ای سیاه، ای غلام. گفت زود بیا بیرون. این غلام صدای اربابش زد که سرورم نمیگذارن بیام بیرون، میخوام بیام بیرون، اجازه نمیدن. گفت من آقای تو هم، سرور تو هم، تو مملوک منی، عبد منی، برده منی، چه کسی غیر از من نمیذاره تو بیاد بیرون؟ گفت همون کسی که به تو اجازه نمیده بیاد داخل خونش، همون کسی که به تو اجازه نمیده بیاد داخل خونش به من اجازه نمیده که بیام بیرون. کاری به سیاه و سفیدی نداره. یک، علم نعمت، معرفت نعمت. دو، حال. حال یعنی چی؟ یعنی اینکه دل مؤمن شاد بشه به شناخت نعمتهای خدا، نعمتهای واقعی خدا. خداوند در قرآن فرموده، امروز عصرم شیخ ماجد سوره الرحمن تفسیر میکرد، خداوند میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان. چه منتی بر انسان بل این مخلوقش داره میگذاره. میگه الرحمن، من الرحمنم، منبع همه نعمت ها هستم، بخشنده هستم. مهمترین نعمتی که به شما بخشیدم که نشانه رحمانیت من، قرآن، علم القرآن. پس علم یعنی شناخت نعمت، حال یعنی شاد شدن دل با نعمتهای مهم، نعمتهای اساسی. اما سوم، عمل. عمل به نعمت در جهت رضای خدا، نعمتها رو در جهت رضای خدا قرار بده. حضرت حذیفه بن الیمان صاحب سر رسول الله بود صلی الله علیه وسلم، اسرار رسول الله پیش این آقا بود، اسرار خصوصیش. یه روز شیطان رو در خواب دید که تو سرش میزنه، داره زار زار گریه میکنه. گفت شیطان چرا زار زار گریه میکنی؟ گفت به دو علت. یک، این که خدا در لعنت رو بر من باز کرده تا قیام قیامت، همینجور مردم و فرشتگان و سایر مخلوقات بر من نفرین و لعنت میکنن. و دوم، این که خدا قلب مؤمنین را بر من، نفوذ من در قلب مؤمنین را مسلوب کرده. هر وقتی که تصمیم گرفتم نفوذ بکنم بر قلبشون، با هیبت مؤمنین مواجه میشم که تبدیل به آتشی میشه که خود منو بسوزونه. امروز شما اینجایید، امشب اینجایید. آیا شیطان اجازه داد؟ آیا راضی شد که شما بیاید؟ آیا خوشش میاد؟ شما محکم ایستادید، استقامت داری میکنید. میگه نفوذ به دل مؤمنان مسدود کرده، من نمیتونم وارد بشم. چه نعمتیه. همش جوان نشسته، نه که اینجا. درست مسجد الحرام در دنیا فقط یک جاست، کعبه،
اما قبله همه جا هست. اون برنامه‌ای که الان اونجا اجرا میشه ما هم اینجا اجرا میکنیم. اونجا قیام، اینجا هم قیامه. اونجا خط میخونن، اینجا ما خط میخونیم. پس میشه برنامه های خوب و هر کجای دنیا داشته باشه. قدر این فرصت ها رو بدونید.